از اونجایی که داره روز به روز قیمت دوربین میره بالا، ما مجبور میشیم که بریم سراغ خریدن دوربینای دست دوم. اما چجوری میتونیم دوربین دست دوم بخریم؟ سلام، من رفقا، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من حسین هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. قرار داخل این ویدیو راجع به این موضوع صحبت کنیم که آقا من میخوام دوربین دست دوم بخرم، باید به چه نکاتی توجه کنم؟ اصلا دوربین دست دوم بخرم یا نه؟ که خب جواب این سوال قطعا آره هستش. تو این وضعیت خیلی انتخاب خوبه، ولی خب خریدنش یه سری ریسکا داره و بعد یه سری چیزا رو از قبل بدونید که قرار داخل این ویدیو راجع به تک تک شماتون صحبت کنم. پس قبل از که بریم سراغ شروع این ویدیو، حتما این ویدیو رو لایک کنید که به افراد بیشتر این ویدیو نشونه بشه. اگر از محتوای کانال من خوشتون میاد و میخواید عکاسی رو به زبان خیلی ساده یاد بگیرید، حتما کانال منو هم سابسکرایب کنید. بدون معطلی بزنید بریم سراغ شروع ویدیو. خب رفقا، اولین سوالی که پیش میاد ازتون اینه که اصلا دوربین دست دوم بخریم یا نه، منطقی هست یا نیست؟ قطعا خیلی انتخاب منطقیه. همون تو گفتم قیمتا داره روز به روز میره بالاتر و اگر یه کوچولو راجع به خرید دست دوم اطلاع داشته باشین، توی دیگه انتخاب خیلی خوب با یه قیمت خیلی مناسب داشته باشید که قرار کامل راجبش داخل این ویدیو بهتون توضیح بدم. اولین نکته که وجود داره اینه که آقا میخواید وقتی دوربین دست دوم بخرید، قبل از که برید سراغ نمیدونم سایت مثل دیوار و شیپور و بوق و از این چرت و پرتا، قبلش برید سراغ سایت معتبر مثل نورنگار، دیدنگار، نگاهشاپ و و و خیلی سایتهای عکاسی معتبر دیگه ای که خب بعد از اینکه قیمت دوربین یه مقدار رفته بالاتر، اون سایت هم اومدن و دوربینای دست دوم به تو سایتشون به فروش میرسونن. حالا ممکنه این دوربینا دوربینی باشه که خراب شده باشه و تعمیر شده باشن، که خب تمام اینا رو داخل سایت خودشون نوشته شده که خب میتونید به سایتشون یه سر بزنید و یه نگاهی به لیست دوربینای دست دومشون بندازید. اما اگر به هر دلیل داخل اون سایت ها دوربین مورد نظرتون رو پیدا نکرد و مجبور شدید برید سراغ سایتی مثل دیوار یا شیپور، باید به نکاتی که بهتون میگم توجه کنید. حالا باید چه نکاتی رو توجه کنید؟ اول از همه اینکه آقا به هیچ عنوان اعتماد نکنید به هیچ کسی. چه میدونم یارو میگه آره به خاطر مشکل مالی مجبور شدم یا سه روز خریدم دوستش، نه اصلا میشه توجه نکنید. به هیچ عنوان اعتماد نکنید به کسی و همه چیزو دقیق بررسی کنید. حالا چیا رو باید بررسی کنیم؟ بریم که دونه دونه بهتون بگم. برای اینکه بتونید این اولونه که بهتون میگم بررسی کنید، باید از طرف مهلت تست بگیرید. اگر احیانا بهتون مهلت تست نداد، احتمالا یه جای کارش میلنگه، پس قطعا بهتره که اون گزینه رو بیخیال بشید و برید سراغ افراد دیگه. و اگر که بهتون هم مهلت تست داد، که بیاد بهتون میگم که چیا رو باید تست کنید. اول از همه باید ظاهر دوربینتون رو کامل چک کنید. خب ظاهر شاید خیلی توی عملکرد دوربین تاثیر نداشته باشه، اما از طریق ظاهر میتونید خیلی چیزا رو متوجه بشید. اکثر دوربینایی که ما میخریم مثل نیکون و کنون و اینجور دوربینا یه جنس ماتی داره بدنشون، و اگر دید که جنس این بدن انقدر استفاده شده که تبدیل شده به براق، باید بفهمید که این دوربین خیلی کار کرده و خب این خیلی خوب نیست. این میتونه باعث ضعیف شدن عملکرد شاتر و اینجور چیزاش که جلوتر راجبش کامل صحبت میکنم، اما از طریق ظاهرش هم میتونید خیلی چیزا رو متوجه بشید. دیگه حالا به خش افتادگیاش و ضرب خوردناش و اینا رو هم دقت کنید که تک تک اینا باعث میشه که قیمتش بیاد پایینتر و روی قیمتش تاثیر بذاره. پس اول اصلا باید ظاهر دوربین رو بررسی کنید. دومین قسمتی که خیلی مهمه بررسی کردنش، قسمت شاتر دوربینه. چیزی که توی شاتر مهمه اول اینه که خب درست کار کنه. باش چند تا عکس بگیرید ببینید که درست شات میزنه، صدای غیر طبیعی نده. صدای شاتر یه صدای خوبی گوشنوازی میده که خب اکثر عکاسا خیلی این صدا رو دوست دارن. پس یه چند تا شات باش بزنید که ببینید صداش درست هست. اگه صدای غیر طبیعی میداد، خب احتمالاً از لحاظ سخت افزاری به مشکل برخورده. بعد از اینکه حالا فیزیکش رو تست کردید ببینید درسته یا نه، بعد برید سراغ اینکه ببینید چند تا شات خورده. عمر مفید شاتر توی دوربین های معمولی و تقریبا پیشرفته بین 70,000 تا 100,000 هستش. حالا چجوری بفهمیم که چند تا شات خورده؟ خب معمولا خوشمون نیست آقا 30,000 تا شات خورده، 20,000 تا شات خورده، 10,000 تا شات خورده. به اینا اصلا اعتماد قرار شد نکنیم، پس خودمون میریم که چکشون کنیم. برای دوربینای نیکون یه سایتی وجود داره که از طریق این سایت میتونید تعداد شات ها رو بررسی کنید. دوربینتون به کامپیوتر وصل کنید، وارد این سایت میشید و میتونید تعداد شاتش رو ببینید. برای دوربینای کانون هم یه اپلیکیشن وجود داره که اپلیکیشنش هم واسهتون اینجا گذاشتم، اونم به همین طریق دوربینتون رو وصل میکنید. از طریق این اپلیکیشن میتونید متوجه بشید که دوربینتون چند تا شات خورده، که اگر بین 20,000 تا 40,000 تا بود، حالا کمتر هم هرچی باشه بهتره دیگه. اینو بدونید که بین 70,000 تا 100,000 دیگه کم کم شاتر خراب نمیشه، کم کم به مشکل میخوره، مثلا میتونه کیفیت عکس رو پایین کنه و خب قطعا اون کیفیت مطلوب رو دیگه نداره. پس سعی کنید دوربینی که میگیرید دیگه خیلی نزدیک به 70,000 هم نباشه و هر چقدر پایین تر باشه خب طبیعتا بهتره. بعد از شاتر باید برید سراغ لوازم جانبی و ورودی های دستگاه. مثلا ورودی دستگاه کابلی که بهش متصل میشه، قسمتی که بهش میکروفون وصل میشه، و از همه مهمتر ورودی رمش. همه اینا رو دونه دونه تست کنید با کامپیوتر، با رمای مختلف، با ورودی مختلف تست کنید که همشون سالم باشن. و برای لوازم جانبیش هم باید باتریشو تست کنید. باتریشو کامل فول شارژ کنید با استفاده از شارژرش. اول از همه اونجوری که شارژر رو تست کنید که این شارژرش کار میکنه یا نه. بعد از اون باتری داخل دوربینتون قرار بدید و شروع کنید عکاسی کردن. اگر بین 300 تا 400 تا شات با این دوربین زدید و بعد شارژ دوربین تموم شد، خب باتری سالمی داره و باتری خوبی داره. اما اگر در حین عکاسی کردن یه دفعه شارژش مثلا 3 تا پر بود، یهو خالی شد یک، خب قطعا باتری مشکل داره.
اگر کمتر از 200 تا بتونید باش عکس بگیرید، بازم باتری مشکله و باید باتری عوض بشه. پس به این نکته هم کاملا توجه کنید، چون باتری یکی از مهمترین قسمت‌های دوربینه. بعد از اون اگر که حالا دوربین به همراه لنز دارید می‌خرید، بعد لنزش رو تست کنید. اولین چیزی که بعد داخل لنزش، اگر که لنزش فیکس نیست تست کنید، خب رینگ زومشه و رینگش رو تست کنید که کاملا از اولین عدد تا آخرین عدد کامل کار کنه و روی عددهای مختلف بازم شات بزنید که لنز مشکلی نداشته باشه. و رینگ فوکسش هم تست کنید که اونم کاملا سالم باشه. بعد از اون می‌رسیم به یکی از مهم‌ترین نکات که با موقع خرید دوربین دست دوم حواستون باشه، اونم پیکسل سوخت است داخل دوربین ها. ببینید وقتی که بعد از یه مدتی سنسور کار میکنه، حالا به دلایل‌های مختلف میتونه پیکسل سوخته داخل دوربین ایجاد بشه که خب ما بعد اینو بررسی کنیم که یه وقت دوربین پیکسل سوخته نداشته باشه. که اگر پیکسل سوخته داشت، کاملا اون دوربین رو بذارید کنار و برید سراغ یه گزینه دیگه. حالا چجوری باید تست کنیم پیکسل سوخته رو؟ شما یه دیوار سفید کاملا سفید پیدا می‌کنید یا یه منبع نوری که مستقیم به دوربینتون بذاره، به طوری که عکسی که می‌گیرید کاملا سفید باشه. بعد از اون دیافراگم میتونه می‌ذارید روی بالاترین عدد، حالا میتونه 16 20 و ایزوتون رو می‌ذارید روی پایین‌ترین حالت روی 100 و شات می‌ذارید که عکستون کامل سفید باشه. بعضی که این عکس رو گرفتید، عکس رو وارد کامپیوتر می‌کنید با اپلیکیشن فتوشاپ و حالا یا هر اپلیکیشن دیگه روش زوم می‌کنید و با دقت بررسی می‌کنید. اگر که چیزایی مثل این که داخل تصویر دارین می‌بینید وجود داشت، یعنی دوربینتون پیکسل سوخته داره و بعد کلاً بی‌خیال این دوربین بشید. ولی خب اگر از این چیزا نداشت، خب پس می‌تونید متوجه بشیم که کاملاً سنسورش سالمه و هیچ پیکسل سوخته‌ای نداره. به این نکته توجه کنید که برای این قسمت تا جایی که می‌تونید وقت بذارید، چون خیلی نکته مهمیه و کامل و با دقت خیلی زیاد این پیکسل سوخته‌ها رو بررسی کنید که خدای نکرده داره پیکسل سوخته نباشه. بعد از اون می‌رسیم سراغ مانیتور و لمس مانیتور. اگر که رفتید سراغ دوربینی که لمسی نبود، مانیتور شرخشی نبود، خب من پیشنهاد می‌کنم که اون دوربین رو نخرید، چون ما می‌ریم سراغ دوربین دست دوم که بتونیم دوربین مدل بالاتری بخریم. پس اگر دوربینمون مانیتور لمسی یا چرخشی نشه باشه، خب خیلی زایاستیه. پس بهتره دوربینی بخرید که مانیتورش هم لمسی باشه هم چرخشی. حتما چرخش این مانیتور رو تست کنید، توی حالت‌های مختلفش مانیتورش رو نگاه کنید، لمسش رو تست کنید توی حالت‌های مختلف، کل سفر رو لمسش رو تست کنید، جای مختلفش رو تست کنید که یه وقت مشکلی نداشته باشه. چون من خودم موقعی که دوربینم رو خریدم، موقعی که دوربینم نو بود، اما مانیتورش مشکل داشت و سیمش یه مقداری قطع و وصل داشت که خب من چون از نورنگار خریده بودم و گارانتی داشت، بردم و یه دونه نو دوباره گرفتم. پس حتما حواستون به مانیتورش هم باشه که میتونه توی این قسمت مشکل داشته باشه. و نکته بعدی اینه که آقا باش عکس بگیرید توی شرایط مختلف، توی جاهای مختلف، توی شرایط نوری مختلف، توی هر حالتی که میدونید، حالتهای مختلفش، مودهای مختلفش رو تست کنید و باش عکس بگیرید دیگه. بعد انقدر باش عکس بگیرید که کامل از صحت و سلامتش مطمئن بشید. و اگر هر جایی هم به این نکته برخورد که نمیدونستید باید چیکار کنید، بیاید بهتون میگم چیکار کنید. نکته بعدی که وجود داره، آقا من همیشه هستم، چه داخل کامنت ها، چه داخل پیج اینستاگرام، که داخل چنل هم میتونید ببینیدش، داخل دیسکریپشن هم وجود داره، میتونید با من در ارتباط باشید. آقا بگید من میخوام این دوربین رو بخرم، مثلا این فلان مشکل رو میتونست داشته باشه، یا اگر سوالی بود، هر سوالی بود میتونید داخل دایرکت از من بپرسید. و همین دیگه، تمامش رو فکر کنم بهتون گفتم. خب آقا دمت گرم که تا این اتاق با من اومدید. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه و بعد از دیدن این ویدیو با اطمینان کامل بتونید به دوربین دست دوم بخرید و امیدوارم که بهترین انتخاب داشته باشید و بتونید با دوربینتون بهترین عکس ممکن رو بگیرید. مرسی که تا اینجا با من اومدید. حتما اگر این ویدیو به درتون خورد و ازش چیزی یاد گرفتید، خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. اگر از محتوای کانال من خوشتون میاد و دوست دارید عکاسی رو به زبون خیلی ساده یاد بگیرید، ممنون میشم که کانال منم سابسکرایب کنید. حرف دیگه باقی نمونه. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خیلی مخلصم.